امروز در واشنگتن وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس دیروز گفت سوداهای هسته‌ای ایران در حال حاضر به بزرگترین تهدید نسبت به امنیت جهان مبدل شده است. وزیر دفاع آمریکا در سخنانی در باشگاه اقتصاد شیکاگو گفت که این تهدید نه تنها در پیگیری آشکار جنگ افزارهای هسته‌ای از سوی ایران، بلکه همچنین در ناتوانی جامعه بین‌المللی در تاثیرگذاری بر عزم ایران به رسیدن به آن هدف نهفته است. گیتس گفت ایران تنها تهدیدی است که مایه نگرانی من است، زیرا به نظر می‌رسد که گزینه‌های شایسته یا سناریوهایی که نسبت به یافتن گزینه‌های شایسته تا حدی مایه خوشبینی شود وجود ندارد. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا دیروز گفت کشورهای مشارکت کننده در طرح خط لوله گاز نابوکو حاضر نیستند ایران را به عنوان یک فروشنده گاز طبیعی بپذیرند. کنسرسیوم نابوکو گاز دریای خزر و منطقه خاورمیانه را به اروپا می‌رساند تا از وابستگی اروپا به گاز روسیه کاسته شود. ریچارد مورنینگستار، نماینده ویژه آمریکا در امور انرژی منطقه یوراسیا، به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که هرچند که برخی از اعضای گروه نابوکو به استفاده از گاز طبیعی ایران فکر کردند، من فکر نمی کنم که در این برهه از زمان میان اعضای کنسرسیوم نابوکو در مورد مشارکت ایران در این طرح در زمان حاضر توافق وجود داشته باشد. مقامات ایران در این هفته گفتند که اجرای طرح یاد شده بدون گاز طبیعی ایران از لحاظ اقتصادی مقدور نخواهد بود. خانواده پژوهشگر آمریکایی ایرانی تبار کیان تاجبخش دیروز گفتند از آن بیم دارند که دولت ایران برای روی صحنه آوردن او در یک محاکمه نمایشی تدارک می‌بیند. آنها در بیانیه‌ای گفتند ما از آن نگرانیم که مقامات ایران کیان را برای این نگاه داشتند تا بکوشند او را به زور مجبور کنند حرفهایی بزند که در یک محاکمه نمایشی تلویزیونی قابل استفاده باشد. خبرگزاری انگلیسی زبان دولتی ایران پرس تیوی روز دوشنبه گزارش کرد که تاجبخش را به این دلیل بازداشت کردند که میگویند او با یک کارمند ایرانی سفارت انگلیس در تهران حسین رسام که او نیز تحت بازداشت است همکاری میکرده است. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از ایران خواست تاجبخش را آزاد کند. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com